بچه سلام، من برگشتم با یک ویدیوی دیگه. امروز اومدم یه ویدیوی خیلی به درد بخور براتون بگیرم، به خاطر اینکه در عنفوان ورود به تابستون هستیم و احتمالاً دیگه لباسا بازتر میشه و بیرون ریختن ها بیشتر میشه. در نتیجه خیلی ها دوست دارن پوست بدنشون براق باشه، حالا برای مواقع خاص، نه که بخواید هر روز این کار رو بکنین، ولی گفتم یه ویدیو بگیرم بهتون بگم که پوست بدنمو من چیکار میکنم در مواقعی که میبینید که ویدیو یا استوری یا عکسا که برق میزنه و خیلی همچین خوشمزه و صاف و براق و قشنگ. مراحلش رو بهتون میگم. اولین مرحله اینه که شما تشریفتون رو برمیدارین میبرین توی حموم و خودتون رو شیو میکنین. حالا اگر مو دارین کلن زیاد که شیو میکنین، هیچ وقت موهاتون رو نمیکنین، به خاطر اینکه جاش لک میشه، دوندون میشه و اون خودش یه داستان جدایی داره واسه یه حالا پوشوندن و ایناش. اگرم کم مو دارین که باز همونو شیو کنین که قشنگ پوستتون صاف بشه. لیف، شما چرا انقدر صفر لیف میزنین؟ چه خبره جنگ؟ چرا اینقدر خودتون رو میسازین؟ هرچی بیشتر لیف بزنین، هرچی سفتر لیف بزنین و هرچی لیفتون زبرتر باشه، ممکنه همون موقع شاید مثلا یه حس خوبی بهتون بده فکر کنین صاف شدین، ولی چند بار مثلا تو طول مدت که این کار رو میکنین و لیف زبر استفاده میکنین، همجوری پوستتون رفته رفته زبرتر و پوست سوسماریتر و خوب نیست دیگه، نکنید. بعد یه چیز دیگه که توی صاف به نظر اومدن پوست بدن خیلی تاثیر داره موه. شما حتما خودتون میدونین، حالا اگرم رو پوست خودتون اینو به چشم ندیده باشین، رو پوست یه نفر اینو دیدین، کسی که اصلا پوستش کلا مو نداره یا خیلی آدم مثلا کم مویه، کلا تکسچر پوستش فرق داره با کسی که آدم پرمویی بوده ولی شیو کرده. یعنی شما هر چه قدم که شیو کنی یا هر کاری بکنی، اون دوندونایی که از موها هست رو باز نمیتونین کاریش بکنین. بهترین کار اینه که شما سعی کنین اگر آدم کم مو یا مثلا بی موی نیستین مثل من، از شر این مو خلاص شین به صورت دائم. و چی بهتر از این که لیزر کنین؟ حالا این لیزر کردن میتونه به روش‌های مختلفش، یا میتونین بریم بیرون لیزر دائم کنین که خب خیلی گرون در میاد، یا میتونین سلام کنین به اسپانسر این ویدیو که کسی نیست جز کنزی. و دفعه فکر کنم سوم چهارمه که من دارم بهتون کنزی رو معرفی میکنم که دستگاه‌های IPL یا همون دستگاه‌های لیزر خونگی دارن و شما میتونین خیلی راحت در آرامش خونتون بدون اینکه بخواین از خونه بریم بیرون یا نمیدونم پول خیلی زیادی برای هر جلسه لیزر بدین، بعد از اینکه از همون میانم پوستتون رو یعنی موهاتون رو شیف کردین، هفته یه بار برای مدت 12 هفته از این دستگاه استفاده کنید. بعد که این دوره تموم شد، انقدر موهاتون کم میشه و نازک میشه که دیگه وقتی هم که حالا شیف میکنین برای مواقعی که میخوان مثلا از این کاری که بعد میگم بکنین، دیگه پوستتون اون حالت زبری و دوندون و نمیدونم این چیزا نداره. اگرم داره، باز در طول مدت اینا به مرور از بین میره، همونجور که پوست من این چیزاش از بین رفت. خب این دستگاه کوچیک و بامزه رو شما میذارین به برق. اینو که زدین، این دکمه سبز پشت شروع میکنین چشمک زدن، اینو میزنین، این یه صدایی شروع میکنه دادن و این روشن میشه. 5 تا درجه داره که شما میتونید درجهش رو بر اساس پوستتون تنظیم کنید. من خودم همیشه رو آخرین درجهش میذارم به خاطر اینکه قوی ترینه ولی دردم نداره، در نتیجه دیگه کار رو یه سره میکنه. این دکمه همین سبز رو که دوباره بزنین، با هر بار که میزنین این یه بار درجهش میره بالا و دیگه من روی 5 میذارم باشه. من خودم چند جای بدنم از این دستگاه استفاده کردم. حالا اینجاشو که میتونین الان ببینین زیر بغلمه که 12 هفتهشو دورشو تموم کردم. الان دیگه مثلا هر چند وقت یه دفعه فقط به عنوان یاداوری میزنم که این کاری که انجام شده مینتین بشه. میتونم بگم تقریبا بعد از 4 هفته من شروع کردم دیدن نتیجه رو که قشنگ موام داشت کم میشد، ولی بعد که دیگه اون 12 هفته دورش تموم شد، قشنگ مثلا 60-70% موام که از بین رفت، اونایی هم که در میاد خیلی نازکتر و کمرنگتر از قبله. یعنی حتی اگه این وسط مثلا حالا 1-2 دفعه یادم بره شیف کنم یا اصلا نخوام بکنم، اونجوری نیست که موهاش خیلی قابل مثلا دیدن باشه اگه دقت نکنی. برای همین من که از نتیجه که گرفتم خیلی راضی بودم، برای همین هم برای شما یه کد تخفیف گرفتم که هست SB20 که روی خریدتون بهتون 20% تخفیف میده. سایت و همه چیزشون هم براتون هم توی دیسکریپشن گذاشتم، هم کد تخفیف و با سایت رو روی تصویر گذاشتم که دیگه راحت بتونین بگیرین اگر خواستین. بعد میریم سراغ این که چی بهش بزنین. حالا اگه مهمونی میخواییم برین یا چیز برین و اینا چی کار بکنین. من 2 تا محصول بهتون میخوام پیشنهاد کنم، در واقع 3 تا.
ولی حالا اون چیزی که به بدنم میمالم دوتاست و قیمتاشون هم خیلی با هم دیگه فرق داره، یکیشون قیمتش بیشتره یکیشون کمتر، البته کاراییاشون هم یه ذره با هم فرق داره، ولی به هر گفتم آپشن داشته باشین. یکیشون این اسمش هست بادی ساس از برند فنتی بیوتی که این یه جورای کار کرم پودر میکنه برای بدنتون و اگر مثلا پوستتون رو میخواین چیزی روش هست که یکم کاورج هم داشته باشه به اضافه اینکه یه رنگ قشنگی به پوست بده و مثلا یه خورده براق کنه و قشنگ کنه، میتونین از این استفاده کنین. و من اینو میدونی چیکار میکنم؟ میزنم به بدنم که شما ببینید. خب دوست داره میگیره؟ دوستان عزیز، من هر لحظه ممکنه بیفتم ولی هر کاری برای اینکه به شما یاد بدم پوستتون چیکار کنی میکنم. در نتیجه دقتتون خواهش میکنم فقط روی اینجای پای من باشه، هر اتفاق دیگه اگه افتاد برای خودتون نیارین. خب این چیز فنتی بیوتی که من دارم میزنم شماره یکش هست و شما کلن اینو بدونید که اینجای من چیزه، شما اینو بدونید که اینه خوره تیره میزنن، یعنی این روشنترین رنگیه که داره. میبینی؟ همین الان میتونی مقایسه کنی. وای دستمو مالیدم به این، دستمو مالیدم به این. حالا صحبت مجبورم آخه اینجا بشینم، بقیه جای خونه رو واقعا باید ببینیم. حالا شما خیلی چیز نکنید. حالا من خیلی چیزها رو خدای برای بدن امتحان کردم و هر کی به شما گفت من نمیمالم بی خود میگه میماله، ولی این باز خیلی کمتر از بقیه ترانسفر میشه. خب این یکیش، اون یکیش از برند شیگلمه، این اسمش هست سانکیست بادی هایلایتر، اسم رنگش هست مدوسا. مال منو میتونین ببینین که چی ازش ببینم. این مثل اون فنتی بیوتیه کاورج نداره، بیشتر حالت برق و شاین و اینا داره و یکم هم پوستو برونز میکنه. حالا شما اگه بخواید دیگه خیلی سنگ تموم بذارین میتونین هر دوی اینا رو با هم دیگه قاطی کنید. اینم خیلی کم ترانسفر میشه، یعنی اینم جزء چیزاییه که واقعا وقتی که خوش میشه اونقدر اصلا نمیم حالا به جایی. میبینی؟ مثل چیزا هستم میرم چه این گیلاس بزرگا میرم اصلا دیدی؟ چی؟ خانوما یه دونه از این گیلاس خیلی بزرگ هست، مثل گیلاس مثلا شرابه به اینا میان تو اینطور اینطور میان. آره قدیما اینجوری بوده. خب عزیزم تشریف ببرین. و این بود آنچه که بود. حالا شما اینو خودتون میتونید انتخاب کنید. یه مرحله آخری که این وسط وجود داره اینه که اینا که خوش شد، هم برای اینکه حالا یه ذره بیشتر فیکس بشن، هم برای اینکه اگه دوست داریم براق‌تر بشن، یا روی اینا یا اصلا به عنوان یه چیزی که کاملا خودشه و جداست هایلایتر پودریتونو، البته اگر خواستین اینو جدا بزنین به پوستتون بادی لوشن بزنین، هر بادی لوشن هر کرمی که دارین اول بزنین که این بچسبه. هر هایلایتری هم که دارین کار میکنه، فرقی نداره، یعنی هایلایتر صورت. براش هم حالا من اینو دارم که خیلی بزرگه، ولی باز اونم حتی میتونین حتی با بیوتی بلندر بزنین. اینو مثلا من میزنم اینجا که شما ببینید. یعنی اینقدر این قشنگ میشه. اینم جزو روشایی که احتمال مالشش واقعا خیلی کمه. بمالم به خاطر اینکه معمولا هایلایترها بیسشون بیرنگه، فوقش حالا مثلا دو تا دونه اکلیل میماله به اونجا به حالا هر جا اونجوری نیست که رنگ بده. خب اینم یکیشه، میتونی مقایسه کنیم این رو با این بر. یا هم این که همونجوری که اون اول گفتم از همین روی پاتونم بزنیم. منتها من کاری که میکنم میدونی چیه؟ اینو به کل پا بالا پایین فلان و اینا نمیزنم، فقط به همین تیغه پا میزنم که معمولا وقتی که نور میخوره برق میافته و تا اون بالا. میبینی؟ این خیلی توی عکس و نمیدونم این چیزا خوب میشه خیلی.
دیگه همین دیگه. امیدوارم از این ویدیو خوشتون اومده باشه و استفاده کرده باشین. یک کد تخفیفم براتون دارم از کنزی که اینجا می‌نویسم و میتونین روی خریدتون 20% تخفیف بگیرید و بقیه اطلاعات و لینک و همه چی و اینا رو هم توی دیسکریپشن براتون میذارم. امیدوارم خوشتون اومده باشه. من میرم و شما رو توی یک ویدیوی دیگه می‌بینم. فعلا خدافظ.